و برای اینکه از همه چیزمون بگذاریم باید شبانه روز دلمون و وجودمون و همه چیزمون با خدا باشیم، اینقدر پاک باشیم که خدا کلان ازمون راضی باشه. قدم برمیداریم برای رضای خدا، قدم برمیداریم روی کاغذ برای رضای خدا، حرف میزنیم برای رضای خدا، شعار میدیم برای رضای خدا، میجنگیم برای رضای خدا. همه چی خاص خدا باشه که اگر شد پیروزی نشست، چه بکشیم چه کشته بشیم، اگر این چنین بشیم پیروز و ایس ناراحتی نداریم و شکست معنا نداریم. محمد نبودی ببینی شهر آزاد گشت، خون یاران بر بار سمر گشت. محمد نبودی ببینی شهر آزاد گشت، خون یاران بر بار گشته. یا رسول الله خواهد برای مزن ها بزن خودن ها بزن خودن ها بزن خودن های یک سال پیش رو در نظر بیاریم، دو سال پیش رو در نظر بیاریم. ما دوران سختی رو پشت سر گذاشتیم. اگر این نقطه ایستادیم در این سنگر مقاومت، امیدم گشت ناامید بعد از هجر تو، یارم می آید اندر پی تو. موسوی آمد پی تو، استقبال اشکان بر کوی رزوان، تو مهمانش کن. امام برگشت گفتش که نگذارید انقلاب به دست نااهلان بیفتد، ولی به خدا الان که ما نگاه میکنیم نااهلان قشنگ دارن کشور به دست میگیرن، کشور دارن میچرخونند، و کسایی که اهلش بودن، کسایی که واسه این نظام شکنجه شدند، فرزند شهید شدند، جانباز شدند، به هزار تا تهمت مختلف اینا دارن از عرصه خارج میکنند. این خواسته رو فقط از آقای موسوی داشته باشیم که آبروی خانواده شهدا رو حفظ کنیم. فضا مال این دوره هم نیست، زمینش کنه در
واقع سالهای شاید خیلی سالیان گذشته برگرده، ولی به نظر من تو 4 سال اخیر خیلی جدی شده و اونم در واقع استفاده ابزاری از واژه‌ای به نام ارزش‌ها و خانواده‌های شهدا و ایثارگران.